ممنون. سلام، شب شما بخیر. امیدوار هستم که صحتمند، آباد، آزاد، لبهایتان پر از خوشی ها همونتون مملو باشه و جاری باشه در کنار کانون گرم فامیل، پدر، مادر، خواهر، برادر، از محیط زیبای خانه تان که ما را تماشا میکنین، از شبکه زیبای طلوع نفس تازه ساعت 7 شب ما را بیننده هستین. آرزوی خوشبختی داره شمس رحمانی با 8 عزیزی که روی استیج امشب مهمان برنامه هستن. امیدوارستم ما را بیننده باشین در این یک ساعتی که در خدمت شما عزیزا هستیم. ما برگشتیم شب دیگر با دو فامیل، 8 عزیز، 8 نفر که به دو گروه 4 نفره تقسیم است، فامیل اکبری و فامیل سجادی. روبروی هم استاده هستن، رقابت میکنن، با مشت و لغت به جان هم نمیفتن، فقط میاین 4 سواله که مرحله اول هست، باید هر 4 فامیل به نوبه خود پاسخ بتن تا 300 امتیاز مرحله اول تکمیل کنن و بتانن در مرحله دوم صعود کنن. در مرحله دوم یا به تنهایی میاین یا با اتفاق خوب، مرحله است که اوجه غول چراغ جادو اوجه استاد است، باید با ما رقابت کنن. رقابتی که 200 امتیاز پوره میشه، 5 سوال یک جواب پاسخ گفته میشه و جایزه بزرگ 500,000 گرفته میشه. این که جایزه ای که هنوز فامیل چهارمش پیدا نشده مشخص نیست، یا هستن جان. خودت هم میخوای بیای، میخوای شرکت کنی؟ آسان است، دوستان اوسون اصل میکنن، هیچ مشکل نیست. 4, 5, 6 زنگ بزن که لشش دو دور فشار بده. بعد از صدای پیغامگیر نام خودت، 3 عزیز دیگه، احمد، محمود، محمد یا هر کسی که هست، بگین که از کدام ولایت عزیز کشور ما هستین، علامت نمبر فشار بتین، بزودترین فرصت در کنار ما حضور پیدا بکنین. بسیار خوش آمده عزیزا، خوب هستین، بخیر هستین، بخیر آمدین. قبل از برنامه پرسان کردم نان نخوردین، کلتان نان نخوردین، نی؟ در جیبایتان خب پیسه هست؟ پیسه هم نداری؟ مجبور هستیم ما و شما پیسه را که بردیم با کلگ یک بولانی بخریم. مشکل نداره. صحیح هست؟ صحیح هست؟ یا خوب تشویق کنین که 500,000 افغانی رو ببریم باز برای شما بولانی میخ. از کیسه خلیفه میبخشه یا هنوز معلوم نیست برام بشه. خدا تشویق کنین که همراه دو فامیل هسته چون با دو فامیل هسته ما بخش. نخست با فامیل سجادی آشنا میشیم. سمت راست من از سرتیمشان سجاد عزیز. سجاد جان خوش اومدی با برنامه. خوش باشین، خوش باشین، سلامت باشین. برام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود دارم خدمت شما شمس جان، خانواده اکبری صاحب، همچنان حاضرین در تالار و یک سلام ویژه تقدیم فامیل هایی که ما را از پشت پرده تلویزیون نگاه میکنن. بنده سجاد سجادی هستم، فارغ صنف 12، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه اکسبول رو در رو و همچنان سرتیم خانواده سجادی. خوش اومدی سجاد عزیز. سلامت باشین، خوش اومدی به برنامه. سلامت باشین، تشکر. با نام یاد خدا، عرض سلام خدمت شما شمس جان عزیز، حضورین در تالار، رقبای محترم و همچنان کسانی که ما را از طریق تلویزیون جهانی طلوع همین اکنون تماشاگر هستند. بنده عارف رضایی هستم، محصل سال سوم دانشگاه کابل در دانشکده هنرهای زیبا و یک تن از اشتراک کننده های برنامه زیبای اکسپول رو در رو. بسیار خوش آمدی عارف عزیز. سلام. تقریبا عارف جان مثل این گزارشگرای فوتبال صحبت میکنه، همون رقم هستی؟ علاقمند فوتبال هم هستی؟ بله. زندگی تباه است، خوش آمدی. سجاد خودت هم خوش آمدی. تشکر، سلامت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما شمس عزیز، تیم مقابل، حاضرین در تالار و یک سلام ویژه خدمت تمام کسایی که ما را از پرده تلویزیون طلوع میبینند. سجاد یوسفی هستم، فارغ تحصیل رشته کامپیوتر ساینس و یک از اشتراک کنندگان برنامه اکسپول رو در رو. خوش آمدید سجاد. دو سجاد در کنار هم هستید. یک عارف این تو کوری و این تو پیدا شده دیگه. نوروز خوش آمدی با برنامه. سلامت باشین، تشکر. به نام خداوند مهربان، اولا سلام خدمت شما شمس جان عزیز، تیم مقابل، حاضرین در تالار و تمام فامیل هایی که از پشت پرده تلویزیون طلوع این برنامه را تماشا میکنن. یک سلام ویژه خدمت پدرجان و مادرجانم که ما را همین اکنون میبینن. نوروز علی محسنی هستم، محصل در پانتونی پل تکنیک کابل. بسیار. یکی از اشتراک کنندگان برنامه اکسپول رو در رو. موفق باشین هر 4 عزیز، انشالله بدرخشین و فامیل روبروی یک رقیب خیلی سخت برای شما هست. ببینم چی میکنین دیگه. عزیزان خوش آمدین، خوش آمدین. 4
دوست در طرف چپ ما مقابل فامیل سجادی، فامیل اکبری هست، سرتیمشان رضا عزیز. رضا خوش آمدی با برنامه. خوش بشین. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام احترام خدمت شما گردانده موفق تیم مقابل، حاضرین در تالار و یک سلام ویژه خدمت همه هموطنان عزیزم، چی در داخل و چی در خارج از کشور هستن و بیننده برنامه اکسپل رو درو از پشت پرده تلویزیون جهانی تلو و چنل یوتیوب رو درو هستن. بسیار عالی. علیرضا اکبری هستم، سرتیم خانواده اکبری و محصل دانشکده کامپیوتر ساینس در یک از دانشگاه‌های خصوصی. بسیار عالی، خوش آمدید رضای عزیز به برنامه. مصطفی جان خوش آمدید به برنامه. خوش باشید. به نام یاد خدای مهربان سلام خدمت شما شمجان عزیز، حاضرین در تالار تیم مقابل و کسایی که بیننده هستند. مصطفی محمدی هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پانتون مرکز، یک تن از اشتراکندگان این برنامه. بسیار خوش آمدید مصطفی عزیز. منظور جان خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین. به نام خدا یک سلام خدمت شما شم جان. تیم مقابل حاضرین در تالار، سید منصور از غری هستم، یکی از اشتراک کننده اکسپلور درو، محصل کامپیوتر ساینس. فوق العاده خوش آمدید. سلامت. جالبی چی است؟ هم نوروز است، یک نوروز هم اوسون است. دو تا سجاد. دو تا سجاد اوسون است. یک نوروز داره. نوروز خودت هم خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. تشکر. سلام خدمت شما شمجان عزیز، عزیزان مقابل و کسانی که در اینجا حضور دارد و یک سلام خاص خدمت کسایی که ما را از طریق زیبای تلویزیون زیبای طلوع بیننده هستند. نوروز علی اکبری هستم، یک تن از اعضای فامیل اکبری و عضو اشتراک کنندگان برنامه زیبای رودرو. موفق باشین. عزیزان تشکر کنید. خودم تشکر کنید. بسیار تشکر. ممنون از انرژی فوق‌العاده اکسپول، نوشابه و نوشیدنی فوق‌العاده خوشمزه که با طعم و رنگ مختلف در بازار هست. شما میتونین بعد از بیارین نوشیدنی بنوشینش و لذت ببرین. ویتامین های مورد نیاز بدن شما رو داره. رنگ آبیش ویتامین B3، B6، B5، B12 و B2 اگه اشتباه نکنم، بله، و همراه داره. انرژی که ویتامین های مورد نیاز بدن شما رو داره، انرژی هست برای زندگی و شما میتونین با نوشیدنش. اما توی که در برنامه دیدین برنده جایزه همشین، فقط پشت در پشت که باز کردین ببینین جایزش چی است. من باز نمیکنمش به خاطری که چون از همون خاطر فهمیدین که چرا من خود نفهمیدم. به هر صورت شما بنوشین چه برنده جایزه شوین. ما هم یک بدرنگ اگه اجازیت باشه. نوروز خود اجازیت هست؟ بله. 100% اجازه میتی؟ بله. ماما رو میشناسی؟ ماما بیننده های محترم تلویزیون زیبای طلوع یک وقفه میگیره. ما گفتم ماما رو میشناسی تو وقفه وقت گفتی؟ برو وقفه وقت میگیره. خوشحال هستم که با شما یک شب دیگر مهمان هستم و خدا را هزاران بار شکر که برای ما و شما هر روز نفس میده تا یک رویای تازه، یک زندگی و یک روز عالی سپری کنیم و شکرگزارش هستیم. اگر به سختی میگذره، اگر به خوشی میگذره، اگر به غم میگذره، چون زندگی همی هست و گاهی وقتا خداوند خودش میگه بعد از هر سختی یک آسانی هست، بعد از هر شب سیاه یک روشنی هست. امیدوار هستم که زندگی ما و شما هم زیبا باشه، مثل صدای دریا که سختی ها داخلش همون سنگ هست. اگر همون سنگ نباشه صدای دریا را زیبا نمیسازه. امیدوار هستم که زندگی ما و شما به خیر خوبی بگذره. برنامه را تا چند ثانیه دیگه شروع میکنیم. برنامه امشب عالی است. 8 دوست، 8 رفیق در کنار هم و 4 نفر تقسیم شدین رقابت میکنن. برشان پیسه مهم نیست. خودم آمدن به چالش بکشن که کدام شخص 300,000 نه 500,000 افغانی میتونه برنده شه. 2 سرتیم بیاین کنار من. تشریفشان کنید. سجاد و رضا، سوال اول برنامه از شما هست. سوال خیلی آسان هست اما 7 جواب نشان بده. کمپیوتر نازدانی من اینه. 7 جواب 100 امتیاز. بلندتر امتیاز میرین یا واگذار میکنین
کمترین امتیاز خودش خداحافظی میکنه سمت گروه. آماده هستین؟ از شما ما سوال هم میپرسم. اما توی که درس خوندین، اما توی که تحصیل کردین، این سوال خیلی آسان هست برای پاسخ گفتن برای شما. سوالی که از شما میپرسم راجع به درخت است. راجع به درخت معلومات داری؟ نداری؟ نه. معلومات داری؟ خیلی زیاد نه دیگه. خب بینگریم یه سوال. من از شما میپرسم معمولاً درخت ها در طول یک هفته چند خوراک قابلی میخورن؟ نمیخورن. قابلی نمیدیم به درخت مگم؟ بعض وقتا میتیم. میگه مثلا از طرف شب کودی که میندازیم همون نیاز نیست جاش قابلی پرتو. بله. قابلی هم قابلی باید... پلاو باشه باید. آه روغن کنجد بله داشته باشه. خب؟ میفهمی خب؟ بله. یه هم مثل ما مغز نداره. خب مقصد درخت ها یا کباب میخوره. اما دستی سوال میپرسم. یک نام پسرانه یا دخترانه را بگوید که با حرف سات شروع شود. سمیه. سمیه. سات. سات است. بل. از؟ سمیه. سمیه قیسی نه. 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 سمر کن. تاو دیگه کنم که تاو داره فراموش کردم نام رای ساد میاد خیر سا یک بچه یا نام بچه یا نام دختر که قی ساد باشه قی چی؟ ساد 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 صابر 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 از نه خیر صابر نیست چانس داریم یک نام پسرانه یا دخترانه بو که گوشت صادق صادق شانس آخر شماست. یک نام بچگانه یا دخترانه که با سات باشد. سناوبر. سناوبر. بایش کردم نگه خلاصم. باشو بیم. بریم. پس یک دفعه بیا. ما آزارت دادم. تو هم بیا. ما پرسان کردم که برو یان واگذاری نخیر روبت ایمان ده هنوز یک نام بچگانه یا دخترانه که قصاد داشته باشه سات یک دو سه چلیپا این حالا میری واگذار میکنی بیم بچه میری برو برو نام دخترانه یا بچگانه خیلی سات باشه صبور صبور خیلی عالی صبور صبور داری میجه؟ نداریم صبور نبود انتخاب نشده سجاد نامی که بس سات باشه یا دخترانه یا بچگانه صالح صالح خداوند به کل ما و شما فرزند صالح عطا کنه بخصوص به مجردا خدا کنه انتخاب شده باشه الله انتخاب نشده مشوره کنیم یک نام بچگانه یا دخترانه که سات داشته باشه صابره صابره آفرین صابر بیادرش بود، حال خوارش میاد، صابره صابره، از صابره بود، صابره خواهر بود سجاد، نام دخترانه یا بچگانه که بس سات شروع شود پنج ثانیه زمان، شماره اول، شماره دوم، شماره سوم نوروز 50% یادت هست حرفت دیگه بله یک نام بچگانه یا دخترانه که با سات شروع شود صدیق 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 سمیم سمیم صدیق موافق هست صدیق جواب شما صدیق صدیق بین 6 5 4 3 2 کدام جواب باز میشه برای شما سل کنیم شماره 4 خوبه صدیق به معنی راستگو و درستکار 46 امتیاز آمد طرف شما خوش هستی دیگه نی؟ دانتان جینگ هستی؟ سه سوال دیگه ماندم شش جواب شش جوابی که شما هم دادین درست بود صالح بود انتخاب نشده بود شش صفیه
5 صلاح الدین. صلاح الدین ایوبی یکی از بزرگان جنگجوی ترکیه که نامش هست. 4 صدرالدین. این نامش کار نداریم. نمبر دوم سنم. ای امی سنم با چه معناست؟ کسی میفهمه؟ دلبر؟ دلدرد یا دلبر؟ خواه دلبر. خب به هر صورت با ما همراه باشین، بعد از یک میان برنامه کوتاه با جمع دوستا برمیگردیم. وقت داریم. بسیار بسیار خوش آمدیم با ادامه برنامه خودتان، برنامه اشغال دو در رو با شما وطنداره عزیزم هستم و قرار هست که رقابتی که در مرحله اول تکمیل شد، سوال اول تکمیل شد، نام زیبایی از بچه یا دختر بود که کل امتیازش فامیل اکبری گرفت و در سوال دوم قرار هست من از نفره دوم برسو. اما قبل از او من جا داره تشکری کنم از برند و نوشیدنی فوق‌العاده اکسبول، نوشابه و نوشیدنی فوق‌العاده که با طعم و رنگ مختلف در بازار هست. شما این نوشیدنی میتونین بدست بیارین، نوش جانش کنین، انرژی هست برای زندگی. این نوشیدنی واقعا فوق‌العاده است، میتونین از طعم و رنگش استفاده کنین. طعم آبیش طعم گازدارش هست، ویتامین B2، B3، B6، B5، B12 رو به همراه داره و انرژی هست برای زندگی. فقط شما میتونین با نوشیدنی انرژی هم هدیه بدست بیارین، هم بخندین و هم شاد باشین. ما نمی‌فهمم که این جایزه داره یا نداره، چون چند شب پیش در یکی از برنامه ما یک نفر برنده جایزه جوسر شد. وقتی که برنده شد از درخت صدا می‌برآمد، از اوش صدا نمی‌برآمد، هیچ خوشحال نشده بود. ایناله مینیه بیالا لگه که من خودت تقدیم میکنم، بیا گریان نکن، بیا یک دقیقه هم عشقای خوشی تا پاک میکنم. سلام داره، خوب است، بیا در کنار من. من نمیفهمم که جایزه داره یا نداره. معمولا انرژی اکسپول جدید جایزه داره، بازش که بسم الله گفته. اگه جایزه برامد نوش جانت، اگه نامد تاله تو از من خرابتر از لالا. خیر است، نوش جانت است، جای خوب و خوش بخیر باشین. دوستا تشکر. سوال دوم مصطفی گل و عارف عزیز بیم کنار من. تشکرشان کنیم. بسیار خوش آمدین. سوال زیرنده شما هست، سوال بسیار آسان است. سوال در مورد خیلی یک وسیله و یک نوشیدنی یا خوردنی آسان هست. 6 جواب کمتر عزیز من نشانش بده و 100 امتیاز داره. آشپزی یاد داری عارف؟ بله. کدام غذا رو خوب میتونی بپزی؟ معمولا قابلی. خوب یاد داری بپزی؟ آره. راستی به شک. کدام غذا رو بد میتونی بپزی؟ گلپی. چیزایی خوش نداشته باشم معمولا. معمولا چی خوش نداری؟ گلپی. گلپی خوش نداری؟ یک بوی خیلی خاص داره. خیلی خوشبوی است نه؟ مصطفا خودت کدام غذا رو میتونی؟ آشپزی یاد داری اصلا؟ آشپزی ها. چه غذا رو؟ تاخ، چپس، ساسج، بگو دیگه. تقریبا همگیشی، البته گلپی رو یک زمان آو انداخته دادم. آو انداخته بودی؟ اولین بار شد. اولین بار مگه آو نمیپردن؟ آو یاد گرفتیم. نه. چرا خم کم میندازن؟ کم میپردن. از گلپی شوروا جور کرده بود. خب. در دوران محصلی حتما. خیر است. دوران محصلی هر چیز باشه لذت بخش است. سوال از شما میپرسم. گفته که شیر در کدام خوراکی ها استفاده میشه؟ فرمون. خوش نو. بسشون. دیگه چطور است؟ هوا خوب است؟ تا 3 شماره. نزنی هر دوی تا رخصت میشیم. 1 2 3 بارازم. شیر. صبحانه. صبحانه. سعی کنیم. صبحانه. همین شیر نوشیدنی در کدام خوراکی استفاده میشه؟ در چه شیر میپرتن؟ شیر یا ماست؟ شیر.
خدایا دیس مولا کنی خدایا یک عقل به ای بده یک پیسه به ما یک دو سه یک شیر که می نوشیم در کدام غذا ها می پرتن خوراکی ها جوز بگو جواب همی جوز جوز در جوز می پرتن آخری اما جوز نوشیدنی از خوراکی نیست شیر خوردنی هست در کدام غذا ها می پرتن برنج برنج آخری که می شه شیر برنج شیر برنج صدقه چهام سعی کنیم شیر برنج آفری بزرگ تو موری موری نه رو بلوی بود کشنم آره شما محفظ شو فرد منصور در کنام کراکی ها شیر میپرتم کیک کیک میپرتم و کیک جور شده نه خب امرو یا آرد و چیز گت میکنم چرا داخل در جایش داخل کیک بچهش مثلا ماهی دیسچوی نمیپرتم آله ایستفاد نمیشه؟ قف میکنم سعی کنیم کیک خوبش نوروز داخل کدام خوردنی خوراکی شیر میپرتن؟ شیر خورما در کدام خوراکی شیر میپرتن؟ در کدام خوراکی؟ پنج همراه تخم تخم در تخم مرغ در تخم مرغ کسی شیر میپرتن؟ آه خیلی خوشمزه میاد ما تا جایی دیم باید نمیپرتن میپرتن؟ میخوره خو منظورت از اون شیره است که تخم میکس میکنه نوشیدنی میشه اون مشورت سعی کنیم یک خوراکی که داخل شیر میپرتن پنج چهار مکارون 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 چی است؟ مکرونی مکارونی یا مخارون چرا خنده کم پنتون کامیاب شدی فارغ شدی؟ از طریق کنکور اون شیر نمیداد بیم آه در پنتون به یا شیر میتنی؟ سعی کن نوروز جان یک غذا یا خوردنی بگو که شیر میپرد یک قواسان از نقلتیم دوستان پنج چهار سه دو یک سجا جان یک خوراکی که شیر میندازن داخلش آش آش آره فرینی فرینی سجا فرینی معمولا در این محفله عروسی ما و شما سرش جنگ میکنیم زدنک میشه آدم کشته میشه در سر همو فرینی هم کیله ریزه میکنن یا یکان نفر انار میپرده دانی انار دیگه کدام خوردنی ها هست سعی کنی؟ کروتی پنیر شیرپیره کلچه مسکه قروت ها در قروت شیر هست؟ ماست هست مقصد از شیر جور میشه که چکه میشه با چکه اما تو بیه یا همین خود ماست خوراکی نمیشه؟ سعی کنیم جواب شما فرینی هست 100% هست فرینی امتیازها را گرفتی چند امتیاز شد؟ 58-46 جوابای باقی مانده نمبر 6 چی هست؟ پنیر 5 شیرپیره نمبر 3 هم کلچه خیلی آسان خب در دو سوال 46 شما گرفتی امتیاز دوم ما گرفتیم سوال در بخش بعدی یک تیم برنده میشه بخش حساس است متوجه باشین متوجه باشین در بخش بعدی ما سوال میپرسم دو نفر آخر جواب میده که کی میتونه برنده شوه معلوم میشه و شما نظرتان چی است یکی چی میشه کدام فامیل ما برنده میشه شما مورد بیننده باشید وقت چی است؟ بلند بگویید
خیلی خوشوقت. سلامت. خوش آمدید. ممنون از همه. دو سوال در دو بخش پرسیده شد. بخش پایانی مرحله اول هست که هر چند سوال چهار سوال هم پرسیده شد امتیاز کامل نشود، در سوال پنجم همه چیز مشخص میشه. حالا نوبت نفرهای سوم است. منصور و سجاد بیاین کنار من. خوش آمدین منصور و سجاد. سجاد این آینکای نمره است یا دودی است؟ اینا آینکای دودی است بخاطر آفتاب است. خب آماده هستی؟ سوال سوم از شما، سوالی که پنج جواب و 200 امتیاز به همراه داره که هر چقدر هم خود تلاش کنین این امتیاز یک فامیل کامل کنه باز هم برنده نمیشه. میریم سوال پنجم. سوال آسان است. رشته در دانشگاه چی است؟ کامپیوتر ساینس. فارغ شدی؟ بله. خودت مسئول؟ هر دو کامپیوتر ساینس هستی. پس راحت میتونین جوابش بدین. سوال سوم، یکی از اشکال هندسی را نام ببرید. بگو منصور. اشکال هندسی؟ جزر؟ جزر؟ نه. یکی از اشکال یا شکل‌های هندسی؟ مثلث. مثلث. عمویی که سه ضلع است. سه ضلع چی است؟ به هم متوازی و یک برابر. مثلث متوازی الاضلاع. مشهره چی است؟ رفتی؟ برو تو هم برو. نوروز، یک از شکل‌های هندسی نام ببر. دایره. جواب بلند. سجاد، یکی از شکل‌های هندسی. مستطیل. یکی از اشکال هندسی. مربع. سعی کنیم وقت با امید از زیر زبانم رفت. یکی از اشکال هندسی. زوزنقه. پنزل که بود بیشک. دیگه سوال چهارم هم پاسخ بدین. سوال چهارم نوروز و نوروز. ما از ناز شما رو سال نو میگیم. روز نو هم میگن تان نوروز. نوروز به معنی تازگی، تراوت، فصل جدید، روز از نو هست و یک نام خیلی قشنگ است. خوش آمدین هر دو عزیز ما. بعد سوال چندم ما، سوال آخر. سه جواب 300 امتیاز. فکر کنین هر دو فامیل صفر هستین. با گرفتن امتیاز یک تایتون برنده میشین. سوال خیلی آسان است. از سال پیش تا حالا وزن کم کردی یا زیادتر شده؟ وزن کم کردی. چند کیلو کم شدی؟ 3 کیلو. 3 کیلو؟ خب در طول یک سال. خودت نوروز؟ کم کردی یا زیاد شد؟ یا مثلا کمکی قدت بلند شده؟ چون معمولا ده ما هر سال همین رشد بدن ما هست. بله، نظر در قدم کم شده. کم شدی، وزنت کم تر شده. من مثلا در طول یک ماه 12 کیلو کم کردم. خیلی زیاد است، معلوم نمیشه، ولی بسیار لاغر شدیم. سوال خیلی آسان است. سوالی هست، سعی کنین. کدام پوشیدنی های شما از سال گذشته؟ از چی؟ سال گذشته. از چی؟ سال گذشته. سال گذشته، خدا خیرتان بده. کدام پوشیدنی های شما از سال گذشته برایتون تنگ شده؟ بگو نوروز. جمپر. خیلی عالی. جمپر. جواب درست است، انتخاب نشده. یک پوشیدنی که از سال گذشته برات تنگ شده. بلوز. چانس دارین. یک پوشیدنی که رو دارم نمیده بوده. کت. بله. منظورت هم انمی تاقیش هست دیگه. کرتی منظورت. بله. سکن. کورتی خوبه. چانس اگر زیاد از نوروز دیگه. مشوره چی است؟ هواروی ما به جواب دادگر میمونه. نمیمونه. بلو دقت کنی با جواب. نمیتونه.
رضا، یک پوشیدنی که از پارسال تنگ شده برات. بود. شاید باشه جا. یک پوشیدنی که از پارسال برات تنگ شده. بلوز. جوابت؟ بود. اما تکرار. رنگ سیاهش بود اصلا. شما مشوره کنین. یک پوشیدنی که از پارسال برات حال تنگ شده. یخنقاق. نوروز 50%. اگر یک جواب بگی 346 امتیاز میشی. اگر نگویی اوسو میرم و اوا برنده میشن. کل چیز برگشت پیش خودت. بله. به نظر خودت کدام پوشیدنی از پارسال تا حالا برات تنگ میشه؟ پتلون. اول برنامه هم گفتم نوروز چند فیصد برنده میتونی شوی؟ چند فیصد گفت؟ 50%. شما باور داری با 50%ش؟ نمبر 3. آفرین نوروز. بله خوشم از جوانایی که همون تو پای گپشان استاد باشن. مقصد قفاق نزنی هم دیگر خیلی است. در سوال سوم آخرین جواب و آخرین چلیپا خودت تمام تانستی که تمام امتیازها رو بری سمت فامیلتان و راه پیدا کنیم به مرحله دوم و من به خاطر همی راه پیدا کردنتان تشکری میکنم از برنامه و نمایندگی از برنامه دقیق تظاهری سرخه تقدیمتان میکنم. ای به نوروز بتون نوروز عزیز مبارکت. حالا من فقط نماینده هستم که به تیم شما تقدیم میکنم و آرزویم همین هست که از این مقدار پیسه در خوشی و رفاقتتان که در کنار هم هستین لذت ببرید. فرق نمیکنه. اما تو که از دوستیتان معلوم است، از رفاقتتان معلوم است، فکر کنم با اتفاق میخواین بریم مرحله دوم. این اتفاقتان باید دو نفر باشه. دو نفری که از تیم مقابل که 258 امتیاز گرفته و 42 امتیاز کم آورد، کی میتونه باشه در مرحله دوم که 500,000 رو با ما رقابت کنه و یک نفر از فامیل شما. کی هست از فامیل حریف؟ فامیل حریف سجاد است. سرفیم. بله. از تیم خودتان کی هست؟ از تیم خودم. من میرم شما. من میرم. خودت میری؟ بله. بسیار عالی. با اتفاق خوب بین مرحله دوم دوستاتش. بسیار خوش آمدین رضا و سجاد عزیز. گذشته از هدیه های برنامه یا روند برنامه من خودم لذت بردم از بودن با شما. فوق العاده بودین، عالی. امیدوار هستم در مرحله دوم امشب شما اشخاصی باشین که فامیل چهارم رقم میزنین و 500,000 برنده میشین. آرزوی من همین هست. آرزوی من این است که یک روز ایجا اون امتیاز باز شد 203، 205 یا 210 باشه، ببینیم یک نفر برنده میشه. 500,000 از آن خود کنین. میگیریم انشاءالله. موفق باشیم در مرحله دوم. مرحله دوم یک نفر باید بره اتاق آرام و یک شخص دیگه در روی استیج با ما ایجا رقابت کنه. کی اول روی استیج هست؟ ما هم خوش داری تو برو. کی میره رضا؟ اتاق آرام میریم. تو برو مجبور. من اتاق آرام میرم. اتاق آرام؟ رضا عزیز اتاق آرام در اختیارت است. موفق باشی برو. خدا یار. سجاد عزیز. جانم. از 200 امتیاز چند امتیاز میتونی بگیری؟ خودم بتنایی؟ نه. اردوی ما؟ اردوی تو. میگیریم 200 میگیریم بخیر. 200 میگیری. چند امتیاز شو تو میگیری اینا؟ 100 شما میگیریم. 100 شما میگیره؟ نه. مرخصه رو. تو سه عزیز جای نروین بعد از یک وقتی کو تازه برمیاد. خوش آمدیم از شما عزیزا و وطنداران میگمون تشکری خاص از این رفیق ما نامش چی بود؟ علیرضا که پر شمپانه بودم اینجا و من استفادهش کردم اگه تمیز باشه خیر است. خوش آمدی سجاد عزیز. سلامت باشین. مرحله دوم آمدی خودت با اتفاق خوب با علیرضا عزیز. بله. مرحله دوم آمدی. مرحله دوم همونطوری که گفتم مرحله است که باید با همکاری دوست دیگه 200 امتیاز پوره کنین. فقط بعضی قانونهای خیلی آسان داره. مثلا یک قانون اولی است که خودت باید 20 ثانیه زمان فکرت بگیری که 5 سوال باید در 20 ثانیه پاسخ بدی. قانون دومی هست که
زمان تو وقتی از آغاز میشه که من سوال اول تکمیل کنم، ثانیت شروع میشه. آن سوم یک سوال مثلا تو ذهنت جوابش نامد، میگی بگذر، من میگذرم از گزینه بگذر میتونی استفاده کنی، میگی بگذر من میگذرم، در آخر 20 ثانیه اگر فرصت موند دوباره میپرسم. باش. قانون چهارم و قانون مهمی است که تو با صدای بلند پاسخ بدی به هر سوال که جوابت قفل شوه و جوابت امتیاز به دست بیاره. باش. آماده هستی؟ بله. موفق باشی سجاد عزیز. 20 ثانیه آماده. چه چیزها را میتوان با کلید باز کرد؟ موتر. یک نوع دارو برای سردرد را نام ببرید. مسکن. کاری بگویید که هنگام رانندگی باید در نظر گرفت. تلفن صحبت نکنیم. با ده افغانی از یک دکان خوراک فروشی چی میتوان خرید؟ کیک. یک نام پسرانه که با حرف الف شروع شود. احمد. عالی بودی سجاد. خوب خلاده بیا سجاد گل و من. چقدر زیبا، چقدر دقیق و چه جوابای خوبی خودت داری. من حدس میزنم که صد امتیاز کمکی بالاتر شاید پوره کنی جوابات. احتمالاً. سوال اول پرسان کردم چه چیزها را میتوان با کلید باز کرد و پاسخ خودت بود؟ پاسخ اولت موتر بود. کاملا دقیق است، اما موترهای جدید تمامش ریموتکی است. ما سابقتر گفتیم. سابقا. باز هم امتیازش را سر میکنیم. بله. امتیاز؟ 20. عالی بودی. یک نوع دارو برای درمان سردرد گفتم پاسخ بدیم. پاسخ؟ مسکن. مسکن برای تمام دردها، مثلا استامینوفن است، پاراستامول است، دیگه چی است؟ بروفین است. هر جا بدن ما فرق میکنه. کاش که مشخص میکردی برای سردردی میگفتی مثلا پاراستامول. سعی کنیم. گفتم برنامه ما عادت شده برام کل سوالات در ذهنم میای جوابش. سوال سوم کاری بگوید که هنگام رانندگی باید در نظر گرفت. پاسخ؟ نکردن صحبت با موبایل که حواس پرتی میه. او جایش نشده البته جواب دادمش. و کاملا جواب دقیق. امتیاز 15. خوب. سوال چهارم با 10 افغانی از یک دکان خوراک فروشی چه میتوان خرید و پاسخ شما؟ کیک، بسکیت، پاپورک، آیس کریم، جان، آب، ساجق، کاکاو. سعی کنیم جواب. امتیاز 13. خوبش. سال آخر یک نام پسرانه رو بگوید که با حرف الف شروع شود و پاسخ شما احمد. نام زیبا و خیلی قشنگ. امیدوار است امتیاز خوب داشته باشه. امتیازش انشالله 31. عالی بود. جوابت فوق‌العاده بود ولی من امتیاز بسیار کم داشتم. خیر است، 70 امتیاز هم امتیاز کمی نیست. سجاد عزیز موفق باشی. اگر حرفی داری با دوستا بفرمایید. زنده باشم سیون امی که اومدیم تراز نزدیک دیدیم. همین برای ما. سلام. بخیر باشی. موفق باشی سجاد عزیز. بفرمایید. علی رضا نه و پنج سوال پاس تکراری پاسخ میده. علی رضا بیا. علی رضا بیا نام خدا. تشکر کن علی رضا را. پشت سر کمکی. رضای عزیز ما خوش آمدی به مرحله دوم. سجاد عزیز بسیار امتیاز خوب گرفت، جوابای عالی داد اما امتیازش پایین بود. 79 امتیاز گرفت. اما رقم بود سجاد نی؟ امتیازش خوب است. از 5 سوال من فکر کنم 1 سوال جوابش امتیاز بلند گرفته. خودت یعنی چانس داری که 4 جواب دیگه امتیازش بلند بگیری و امتیاز پوره کنی. فقط بعضی قانون‌ها هست باید رعایتش کنی. اولی که خودت 25 ثانیه زمان داری به خاطری که 5 سوال تکراری هست. زمانت وقتی شروع میشه که سوال اول تکمیل شود. پاسخ تکراری یعنی صدا. یعنی جواب تکراری است. سوالی نتونستی جوابش بدی بگو بگذر ثانیه باقی من دوباره ازت میپرسم. آماده هستی؟ با صدای بلندم. موفق باشی رضای عزیز. 25 ثانیه آماده همکار عزیز. چه چیزی را میتوان با کلید باز کرد؟ دروازه. یک نوع دارو برای سردرد را نام ببرید. آموکسیسیلین. کاری بگویید که هنگام رانندگی باید در نظر گرفت. نگاه کردن به شیعتر. با 10 افغانی از یک دکان خوراک فروشی چه میتوان خرید؟ یک بوتل آب.
یک نام پسرانه رو بگو که با حرف الف شروع شود. الطاف حسین، نام برادر من است. بسیار عالی، خوبه. خوبه، دوستان تشریف کنید. بیا، کمک بیشتر. علیرضا گل، خوبش. سوال اول، چی چیزا رو میتوان با کلی باز کرد و پاسخ خودت؟ پاسخ دروازه. دروازه کاملا درست است. طبعا با کلید باز میشه. سعی کنیم جوابشه. امتیازشه. بلندترین امتیاز سیف یا همون الماری بود. سوال دوم، یک نوع دارو برای سردرد را نام ببرید. پاسخ؟ آموکسیسیلین. این یک دوایی هست برای دفع عفونت یا باکتری ها هست. سری که درد نمی کنه چی میگن؟ از سری که درد نمی کنه؟ مریض نیه. میگه سری که درد نمی کنه؟ چرا وانگهی دریا شود؟ شنیدی این ضرب مسئله؟ نشنیدی؟ سعی کنیم جوابشه، امتیازشه. بیشترین امتیاز؟ سفر، بلندترین امتیاز پاراستامول. ما زیاد ایج نخوردیم. نخوردی؟ زاره بخوخ پاراستامول کلگی میخورن. مش خبر ندیم. بیا خیر است، کاری بگو که انگام رانندگی باید در نظر گرفت. پاسخ؟ نه با من این سواله. شیشه عقب، یعنی نگاه کردن به شیشه عقب است. جواب درست است. با چی رو نگاه نکنه؟ جواب امتیاز تسیل کن. 14. در نظر گرفت، نترس. در نظر گرفتن اشاره های ترافیکی بود. سوال چهارم، با دفع کنی از یک دکان خوراک فروشی چی میتوان خرید؟ پاسخت؟ یک بوتلاب که قیمتش 2 افغانی هست. کاملا صحیح است. و امتیازش چند است؟ ابگه بسکویت. بلندترین امتیاز. یک نام پسرانه رو بگید که با حرف الف شروع شود. پاسخ؟ الطاف. واقعا نام زیبایی هست به معنی لطف و کرم. امتیاز چند؟ 19. احمد بلندترین امتیاز. یک سوال چه امتیاز؟ به هر صورت موفق باشین رضا جان، از پیسم بخیر استفاده کنین. اگر شوخی با شما کردیم معذرت می‌خوایم. با دوستا همیشه موفق باشین. اگر حرف داریم بفرمایید. نه حرف ندارم. قربانت. علیرضای عزیزم بفرمایید. دوستا تشریف کنین علیرضا را. ممنون از شما وطن‌دارای خوبم که ما را بیننده بودین. تشکری خاص از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول، نوشابه و نوشیدنی قوی اشتهاور، نوشابه گازدار که ویتامین‌های مورد نیاز بدن شما را داره و انرژی هست برای زندگی. پشت در پوش جایزه شما هست، میتونین به دستش بیارین و نوش جارش کنین. وطن‌دار عزیز، ممنون هستم که همیشه با ما همراه بودین. انتقاد، پیشنهاد، سوال زیبا به ما فرستادین، ممنونتان هستم. اگر باز هم انتقاد دارین 456 نیست، همینم برای واتساپ هست. زنگ بزنین نزنین، فقط مسیج بزنین، سوال بپرسید. اینجا باز زنگ بزنین 456 کل 622. بعد از شنیدن صدای پیغامگیر نام خودتون و 3 نفر دیگر رو میگیرین، در آخر هم کل علامت نمبر فشار میتین. بازوترین فرصت دعوت میشیم به ای استیجی که برای شما هست، خانه شما هست. ممنون از تمام رفیقایی که تشریف کردید. تا بعد دیدار دوباره، شب بخیر. خسته نباشید. خسته نباشید.